درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین آژیر هشدار از دست رفتن ایران بلندتر میشه و آنقدر سر و صدا تولید میکنه که موضوعهای مهم بیرون از توجه بمونه دو خبر ساختن فاز دوم فرودگاه بینون مللی و ورزشگاه جدید تهران به دست چینی ها خبرهایی به شدت هولناک و خانمان سوزه چرا؟ چون تله چینی به کار افتاده تله چینی گردابی از پروژه های فاقد توجیه علمی و عملی و اقتصادی که چین با وام خودش به خودش در کشورهای ورشکسته به اجرا در میاره و از آنجا که این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی های خودشون نیستن در گردابی تصاعدی از نرخ بهره وسیقه گذاری و در نهایت مستعمره شدن غرق میشن دو طرح اخیر چین که نتیجه قرارداد ننگین 25 ساله یا بهتره بگم ترکمنچای چینیه اگر اجرایی بشه نمونه های بارزی از تله چینی هستند طرحهایی فاقد هر گونه توجیه اقتصادی که آنقدر مطالعات آن سطحی و ابلهانه است که میخوان ورزشگاه رو روی گسل بسازن همینقدر پوچ و بیمصرف و اینکه ببینید چرا فاز دوم فرودگاه و تأسیس ورزشگاه فاقد توجیه اقتصادیه چون مطلقا در هزار اولویت اقتصادی امروز ایران هم نیستند کشوری منزوی که ایرلاین های جهانی حاضرن با صرف هزینه گرانتر و مصرف سوخت بالاتر شرق و غرب و شمال و جنوب اون رو دور بزنن تا در حریم فضایش قرار نگیرن و حجم مسافر خارجیش به اندازه یک جزیره ترکیه نمیرسه فاز دوم فرودگاهی در کجای اولویت اقتصادیش قرار داره همچنین کشوری با یک فوتبال مرده بدون تماشاگر ممنوع برای زنان و دارای مقام متوسط در آسیا که از نگهداری درست ورزشگاه درخشان آریامر یا همان آزادی ناتوانه ورزشگاه جدید به چه کاریش میاد آن هم وقتی که دو ورزشگاه فراباد همان تختی و امجدی بی مصرف و ویران شده رها شدن این طرحهای مالی خولیایی اقتصادی که بیش از هر چیزی یادآور پروژه چینی بندر هامانتونا در سریلانکاست قرار به کدوم درد امروز ایران ما پاسخ بده اما مهمترین که پول این طرحهای بی مصرف قرار از کجا تعمین بشه مسلمه که جمهوری نکبت اسلامی برای اداره خودش مدت هاست ها به زدن جیب ما مردم با مالیات و تورم و عواید و عوارز دولتی رو آورده و حتی با تمام این سرقت ها باز در تامین مستمری بازنشستگان در منده. یک سنت هم در بساط نداره که بخواد خرج طرحهای بیمصرفی مانند فاز دوم فرودگاهی و ورزشگاه جدید کنه تازه اگر هم داشت تمافی و سابق به جای خرد شدن در عمران کشور سر از کانادا در می آورد. گفتن که بودجه این طرحها از چین میاد چرا ما نباید سوال کنیم که چگونه بر اساس مدل هزار بار آزموده شده تله چینی اجرای این طرحها رو شرکت های چینی با چند برابر قیمت واقعی پروژه بر عهده گیرن و سرمایه لازم تر رو هم بانک های چینی تامین می کنن در حقیقت از جیب خودشون به خودشون وام میدن و صورت حسابش رو پای ما مردم ایران می نویسن یک مهمانی اشرافی بیپایان که مردم ایران حمال سفرش هستند و و در نهایت چه خواهد ماند پروژه های بدون بازده که بارها جدول بودجه و زمانیش تغییر کرده و بر قیمتهای ابتدایی چند برابری آن چند برابر دیگه هم افزودن و لیستی بی پایان از بدهی برای ایران که ناتوان از باز پرداختشه و ناچار میشن هر جایی که چینی ها میخوان و روی هر چیزی که انگوش میذارن رو به مالکیت اونا در بیارن دارایی هایی که مستقیما با حاکمیت ملی سر و کار دارن مانند تصدی فرودگاه در اختیار گرفتن جزیره ها ایجاد پایگاه های تجاری اسمی و نظامی واقعی و غیره روند فروش ارزان ایران به چین و روسیه را رو باید متوقف کنیم امریکا آمدان است و به جز رشوههای کلان نگاه امنیتی در حفظ وضع موجود هم در آن وجود داره پروژه های اخیر اگر به مرحله اجرا برسن به جز خود ما سرنوشت تک تک فرزندانی رو که امروز در این مملکت به دنیا میان دستخوش بحران فقر و تباهی خواهد کرد و ما باید بدونیم چیزی خطرناکتر از روند روسی سازی و چینی سازی برای کشورمون وجود نداره اعتراض و ایستادن در برابر این روند وظیفه ملی تک تک ماست ببینید دوستان خامنه ای در حال فریب دادن همه است او به محض اینکه خرش از پل بگذره و جشن اتمی رو بگیره همه درد سرسازهای ایران رو خواهد کش فراموش نکنیم که خدا هنوز خدای دهه شسته این وسط خامنه ای قصد داره حواس ها رو از یک نفر پرت کنه یک نفر داره بال بال میزنه که خطر اتمی جدیه گروسی در میان حیاهو داره میگه که ایران چیزهایی داره که فقط به درد ساخت بم میخوره نه چیز دیگه اما ظاهرا دوستان فلسطین دوست ندارن که بشنون من رفتم یه کاری کردم یه فعالیتی کردم یه اتفاق رخ نظام تشخیص داده من سکه بده تمام خامنه ای که مدتی در حال یک دست کردن و قدرت در سمت دیگه است به درستی متوجه پیام و خطر میشه و به سرخ سابق چراغ سبز میده که این انقلاب همچنان مال شما هم هست و لازم نیست به جبهه پادشاهی بپیوندید بلا فاصله پروپاگاندای رژیم و حامیان مخفیش تلاش چند برابری خودشون رو آغاز میکنن و مهربانی خامنه ای الدنگ هم به همینجا ختم نمیشه علاوه بر رعفت مضاعف برای زندانیان کمونیست ناگهان صحبت از ورود حسن روحانی به خبرگان میشه ارزشی های خوشخیال که چند سال بود منتظر محاکمه روحانی بودن حالا در ادامه عقب نشینی های رهبر پوفیوزشون باید این رو هم تحمل کنند. اگر یادتون باشه چندی قبل دستورالعمل دولت آینده ترام رونمایی شد. آجندا 47 چیزیه که ترام قصد داره انجام بده. دستورالعمل جدید دقیقا دست روی معضلات فعلی آمریکا گذاشته و اگر دولت بایدن با همین روش ادامه بده از همین الان ترامپ رو باید پیروز انتخابات قلمداد کنیم ترامپ در دستورالعمل جدید خودش سراحتا گفته که صدها میلیارد کمک خارجی آمریکا رو قطع میکنه و جنگ اوکراین رو تمام میکنه و از ناتو خارج میشه انرژی رو ارزان میکنه درست بعد از رونمایی طرح ترامپ اوضای جهان باز بیشتر به هم ریخت و خامنه این وسط چند بار تلاش کرد که شرایط را تحت کنترل در بیاره اما موفق نبود چون تغییر خاورمیانه در راه و پوتین هم دیگه نقشی در تحولات آینده نداره مسیر آینده خاورمیانه احتمالا از بحران غزه عبور خواهد کرد بدون اینکه مسکو بتونه در آن سهمی را از آن خودش کنه این در حالیه که یک دهه پیش روسیه در بحث پیرامون جنگ داخلی سوریه نقشی محوری داشت سفارت ایالات متحده در مسکو درباره نقش روسیه در خاورمیانه جلسه برگزار کرد یک دیپلمات آمریکایی با تجربه در سخنرانی خودش بر این موضوع تاکید داشت که چگونه روسیه به یک نیروی بیفایده تبدیل شد که هرگز قادر به بازپسگیری جایگاه اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه نیست این نشست در شرایطی برگزار شده که مسکو برای نقش در قامت بازیگر اصلی در سوریه و منطقه خیز جدی برداشت امروز نفوذ روسیه در خاورمیانه به مقوله قابل تحمل تبدیل شده هرچند به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش نفوذ این بازیگر در منطقه پرهاشیه ملموس شده این گزاره در میانه جنگ اسرائیل و حماس به شدت خودنمایی میکنه و تمام شواهد نشان میده که پوتین هم پشت خامنه ای رو خالی کرده جان کلام این که هشدار یک کارشناس سیاسی در تهران بسیار جالبه و گفته موساد به دنبال تصویه حساب دایره حذف فیزیکی به رهبران حماس محدود نمیشه حسن هانیزاده تحلیلگر سیاسی جمهوری نکبت اسلامی به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفته که توجه داشته باشید که اسرائیل در مورد حصف فیزیکی رهبران مقاومت صرفا تمرکز خودش رو بر روی حصف فیزیکی سران حماس و جهاد اسلامی معطوف نخواهد کرد بلکه دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به دنبال اینه تا تمام رهبران مقاومت رو از بین ببره اگر یادتون باشه روزنامه والستری جورنال نهم آذر ماه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده بودن که سرویس های امنیتی این کشور خودشون رو برای حذف رهبران حماس که در لبنان، قطر یا ایران و ترکیه ساکن هستن آماده می کنن. جالبه بدونید که شیخ علی یونسی وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی هم در یک مصاحبه میگه که نفوذ موساد در کشور آنقدر زیاد شده که مسئولان باید نگران جانشون باشن یعنی یهو میبینی وسط خیابون یک نیسان آبی پیچی جلوشونو به رگبار بستشونو املتشون کرد سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید دوستان گرامی این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره لطفا محبتتون رو از ما دریغ نکنید فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد روز و روزگارتون خوش جاوید شاه تا ابد